سلام به همه دوستان و عزیزانی که لطف میکنن کانال آموزش آشپزی امریکتی رو حمایت میکنن و دنبال کنن. امروز اومدم با آموزش یه خورشت فوق العاده خوشمزه، خورشتی که مختص آذری عزیزمونه و تبریزی ها مهارت خاصی تو درست کردن این خورشت دارن و پای ثابت سفره تبریزی عزیزه. واقعیت اینه که من یک از دوستان اصالت تبریزی دارم، بار اولی خورشت رو ازش یاد گرفتم، درست کردم، خیلی خیلی خوشمزه، اصیل و مجلسیه. پس وقت نمیگیرم، بریم بعد از معرفی مواد اولیه کار آموزش امروز با هم دیگه شروع کنیم. لازم برای خورشت هویج تبریزی خوشمزه و لذیذم. ببینید، فرمول اصلیه، یعنی غذای اصلی با گوشت گوسفند درست میشه، ولی شما میتونه از گوشت مرغ و بوقلمون هم استفاده کنید. من این غذا رو میخوام برای 4 نفر تهیه کنم، پس 400 گرم گوشت گوسفندی، ببینید، گوشت تکه‌ایه، نه بریزی گوشت خورشت قیمه و نه به درشت گوشتای خورشت قرمه، یه ما بین این دوتا خورشت. من معمولا برای خورشتام یه تیکه از گوشت راسته یا دندم استفاده میکنم تا خورشتام لذیذتر بشه. هویجم من معادله مقداری که گوشت دارم هویجم استفاده میکنم. 400 گرم گوشته، پس 400 گرم هویج دارم که این هویج رو کاملا با پوست شستم گذاشتم خورشه. سعی کنه از هویج یه دست استفاده کنی و که برشای نواری بلند بدیم. حالا مرحله که میخوام هویج رو برش بدم حتما اون مرحله رو هم نشون میدم بهتون. پیاز عدد دو باشه. ببینید، آلو هم کاملا سلیقه‌ایه، ولی توی اون فرمول اصلی خورشت هویج تبریزی آلو بخارم هست. من برای هر نفر 4 عدد آلو که میشه معادل 100 گرم آلو بخارا، نیم ساعت قبل خیس کردم تا آلومون یه مقدار نرمتر بشه. این غذا خیلی نباید پر رب باشه. یه قاشق غذا خوری سرپرم از رب گوجه فرنگ استفاده کنم. کرم به مقدار لازمه. چاشنی این غذا آب لیمو یا آب بوره، حدود 3 قاشق آب لیمو یا آب بوره. زعفران غلیظ دم کرده، البته من مجددا زعفرون دم میکنم، این مقدار برای خورشتمون کمه. زردچوبه یه قاشق مربا خوری، فلفل هم بازم بستگی به خودتون داره که چقدر میخواین این غذاتون تند باشه. من نصف قاشق چای خوری و نمکم به میزان لازم. اول مرحله میرم پیازا رو نگین خرد میکنم، با روغن تفت میدم و گوشت دارم اضافه میکنم. پیازا رو نگین خرد کردم، با روغن گذاشتم تفت بخوره. حالا نمک، البته زردچوبه اضافه، فلفل اضافه و نمکم اضافه میکنم. ببینید، اگر گوشت رو خواستید داخل قابلمه درست کنید، بازم بستگی به نوع گوشت داره که چقدر زمان میبره برای آماده شه، ولی معمولا گوشت گوسفند 2 ساعت تا 2 ساعت و نیم زمان میبره تا آماده شه، چون این غذا توی قابلمه بپزه و آهسته آهسته خیلی خوشمزه تر میشه. حالا گوشت دارم اضافه میکنم، یه تفت کوچیک میدم تا تغییر رنگ بده. بعد حدود 2 لیوان، چون یه حدود 2 ساعت و نیم نمیخواد روی حرارت بمونه، 2 لیوان هم آب جوش میریزم و زیر حرارت رو کم میکنم تا یواش یواش گوشت بپزه و جا بیفته. حتی الان یه ذره گوشت تغییر رنگ داد، رب رو اضافه میکنم. گفتم این غذا خیلی غذایی نیستش که رب زیاد باشه و خورشتی هم نیست که خیلی آبدار باشه، خورشتی که باید در نهایت که پخت و آماده شد کم باشه آب خورشتمون. خب توی فاصله که گوشت رو میذارم آماده شه، میرم هویج رو برش میدم، چون هویج این غذا جدا پخته میشه، به طور کل هویج و آلو جدا پخته میشه. بعد موقع سرو کردن توی ظرف مورد نظر کنار هم میچینیم. البته میتونین نیم ساعت آخرم هویج رو بریزین با آلو داخل خورشت، ولی اونطوری ظاهر قشنگی نداره. اگر میخواین یه خورشت اصیل رو درست کنین و مجلسی، بهتره که توی جدا جدا زمان سرو با هم دیگه مخلوط کنین و کنار هم بچینین. خب حالا بعد از این که گوشت تغییر رنگ داد، ربم اضافه میکنم. بعد از که کاملا گوشت رو تفت خوردم و تغییر رنگ دادن، ربم اضافه، یه دقیقه تفت میدم تا کاملا رب رنگ بکنه و اون بوی خامیش گرفته بشه. اگر دوست داشته باشید برای که طعم زعفران کاملا تو خورد گوش بره، یه 2 قاشق مربا خوری هم زعفران بریزید. خب حالا 2 لیوان آب جوش میریزم، کاملا دیگه رب با رنگ با کرد. 2 لیوان آب جوش در قابلمه رو میذارم
فرصت میدم تا کاملا گوشتا بپزه. فاصله که گوشتو گذاشتم آماده شه، هویجانم خرد میکنم. ببینید سعی کنید هویجا رو به این شکل یه دست برش بدیم و حالا حالت خلالی نازک، خیلی نازکم نه، به این شکل هویجا رو برش بدیم. من قبلا آماده کردم که وقت آموزش رو زیاد نگیرم. حالا یه آبی هم روی این هویجا میگیرم تا اون رنگ زردی که توی هویجاش خارج شه و داخل خورشتمون رنگش تغییر نکنه. ببینید دوستان، این غذا چون هویج داره به نظر میاد که خیلی فکر کنید این غذا شاید غذا شیرینی باشه. نه، اصلا غذا شیرین نیست. به دلیل وجود اون آلو بخارا و حالا آبلومو یا آبوره که به عنوان چاشنی استفاده میکنیم، غذای فوق العاده لذیذ، مخلوطی از طعم ترش و شیرین. تابه کری ریختم، هویجام اضافه میکنم. نیازی نیست این مرحله تف بدیم. فلفل، زردچوبه، گفتم من خورشت رو چون میخوام طبق اون فرمول اصلیش درست کنم، میخوام هویج و آلو رو جدا درست کنم، گوشتم جدا، بعد مقصر توی ظرف کنار هم بچینم. خب آبلیمو داشتیم، آبلیمو میتونه از آبورم استفاده کنی. دو قاشق غذا خوری، مربا خوری، زعفرون و آلوی که نیم ساعت قبل خیس کردم اضافه میکنم. حدود یک پیمونه آب میریزم. خب گوشت کاملا پخته، من تو 2 ساعت گوشت پخت. گفتم که بستگی به نوع گوشت داره که چقدر زمان بر تا آماده شه. گفتم کلا این خورشتم خورشت خیلی آبداری نباید بشه، من میزنم تا کمی دیگه این سس گوشت غلیظ بشه. توی فاصله گذاشتم هویجم آماده شه. البته من الان در قابلمه رو برداشتم، حتما باید جفتشون با در بسته باشن. هویج خیلی نباید وابره، یه امتحان کنید هویجتون رو ببینید. نه الان این هویج نیاز داره طوری که اطرافش نرم باشه، مغزش یه ذره هنوز حالت سفتی داشته باشه، مغز پخت شده باشه. میذاریم آب هویج کاملا کشیده شه، با همون کره که داخلش ریختیم یه تفتی میدیم. دیگه تقریبا آخرین مراحل آموزشه. البته میتونه این خورش با برنج سرو میشه. تو فاصله که هویجا رو میذاریم اون مرحله اول که هویج و کره و بقیه مواد با هم دیگه مخلوط میکنیم، میذاریم داخل مایتابه تا آماده شه. چون برنجم نرمال سرو تا یه ساعت زمان برای آماده شه، اون زمان برنجتون هم بذارید آماده شه. آماده شده، سسش هم کاملا غلیظ شده، آب هویجم کشیده شده. ببین خیلی نمیخواد تفت بدین، در این حد کافیه. آب هویج کشیده، اون کره که داخلش بود با همون کره یک کوچولو تفت بخوره. اگر دوست داری، یعنی این آنچون آلو داره و آبلیمو کمی طعم و مزه ترشی داره، اگر دوست داری غذاتون شیرین تر باشه، میتونی 2 قاشق هم شکر اضافه کنی. اینم از آخرین مرحله آموزش خورشت هویج تبریزی امروزمون. دوست نازنین، دیدیم با هم دیگه یه خورشت فوق‌العاده خوشمزه درست کردیم، خورشتی که میتونه میزای مهمونیتون رو فوق‌العاده رنگی‌تر و زیباتر کنه. و امیدوارم این خورشت رو طبق آموزش من درست کنین، کنار عزیزتون میل کنین و لذتش ببرین. لطف کنین کانال آموزش آشپزی امیر کتی هم اشتراک گذاری کنین و به دوستانتون معرفی کنین.